زمستان امسال در افغانستان سردی که در 100 سال اخیر پیش سابقه خواهد است. بله. سلام و درود خدمت تمام شما هموطنان عزیز. امیدوارم هر کجای که هستین خوب و صحتمند سر حال باشین. من فیض نجمی در خدمت شما هستم. بازم برنامه گپ هفته رسید. این بار هم موضوعات گپ هفته که در طول هفته در افغانستان بودش، بخیریم برای شما به تصویر بکشیم و حرفایی داشته باشیم، سخنایی داشته باشیم، سابقه با هم یک جای دست بندی بکنیم که در این هفته در کابل خواستن چه گذاشت. بله. پیش از اینکه حرفای خود شروع بکنم، آنچه از مقدمه اولم گرفتیم، یعنی سردی که در 100 سال اخیر در افغانستان بی سابقه هست، امسال است. امسال هم دانشمندان و وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی پیش بینی کردند که سردترین سال در افغانستان است و بیشترین آمار را که دارن یعنی در این سال است. البته در مورد حوادث طبیعی بیم با هم یک چند بسته تصویر همکاره مماده ساختن. در یه هفته در کابل از برفباری و بارانه که بود با هم یک تماشا میکنیم. قسمی که دیدین چند تصویر مقبول زیبا بود از گوشه و کنار کابل، همکاره ما جمع‌آوری کرده بودن و با هم یک جور دیدیم که برفباری و همچنان باران شدیدی که در کابل آمد و مشکلات را هم همچنان هموطنان ما متقابل شدن و مشکلات زیاد رو دیدن. آنچه وایدا هست برف و باران یک آرامش هست که از طرف خداوند در تک تک ما هدیه میشه و ما هم لذت میبریم. اما بدبخت را در کنار این همه فقرا، یتیما و خانمای بیوی که هستن و کسایی که نادار هستن بسیار برشان دشوار تمام میشه، بخاطر از اینکه توانایی ندارن برن مواد سوخت خریداری بکنن تا گرم باشن و بتونن زمستان خیلی خوب داشته باشن. در این کنار هم مسئولیت تک تک ما هست که بتونیم برشان کمک و امداد رسانی داشته باشیم که انشاءالله در برنامه کمک همکاری ما حتما مد نظر گرفتیم برای خانواده که در این سال نیازمند هستن. طبق سروی که همکاری ما میکنن ما هم سر میزنیم همراهشان کمک همکاری میداشته باشیم. قسمی که داری کردم سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی اعلام کرده که 25 ولایت افغانستان امسال در معرض خطر است. شکر دارم. خبر بعد بخاطر از اینکه امسال قسمی که داری کردم سردی امسال بی پیشینه از 100 سال اخیری که در افغانستان گذشت، امسال سردترین سال است. بخاطر از اینکه معمولا ما در کابل زندگی میکردیم، در 15 قوس الا اخرای قوس ما حساب بخاری خرید میکردن یا چوب میگرفتن تا گرم میکردن، اما امسال در این ماهی که ما هستیم در اینجا هوا سرد شده و تمام کسا خریداری بر چوب دارن و آمادگی بر زمستان گرفتن چون که خیلی هوا سرد شده. به این مناسبت هم وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی 30 میلیون افغانی را بودجه مد نظر گرفته در 34 ولایت افغانستان که البته 25 ولایت آن در معرض خطر است، آمادگی خود گرفتن که انشاءالله بتونیم در این زمستان موفق باشیم و این وطن ما در معرض خطر قرار نگیره. انشاءالله دعای تک تک ما هست و همچنان یادآوری بکنم که در این زمستان بیم با هم یک جا دست به دست هم بتیم تا کنار خانواده نیازمند باشیم و بتونیم هموطنان ما را با هم یک جا متحد بسازیم و کمک و امداد رسانی بر تک تک هموطنان ما نه تنها در داخل کابل بتونیم در نقاط مختلف ولایت افغانستان داشته باشیم. برنامه کمک همکاری ما را هم انشاءالله اختصاص میدهیم بتونیم که در سمت مزار، بامیان و ولایت مختلف انشاءالله مد نظر گرفتیم که انشاءالله خواهد بیننده بودیم. اما مسئولیت تک تک ما هست که بتونیم از کسایی که یتیم، بیوه و همچنان فقرا هستن خبر بگیریم و خبرگرایشان باشیم. چه خوب است که یک زمستان گرم برایشان مهیا بسازیم و یک زمستان خیلی خوب مهیا بسازیم و یک زمستان گرم داشته باشن تا بتونن بیشتر و بیشتر خوبتر زندگی بکنن.
بازم تصویر داریم از گوشه و کنار کابل که امکان ما یلدا احساس رفته بودن و مصاحبه داشتن با هم بزنان ما که در منطقه قلعه نجراب و او سمت چاره لبجن خیلی تمام جاده های کابل آب گرفته بود و نه تنها در اون منطقه در مناطق دیگر هم دوستا بسید تصویر ویدیوهای خود در صفحات شروعی به نشد گذاشته بودن که هموطنان ما چقدر با مشکلات بودن و بعضی ها به شکل طنزآمیز رئیس ریاست شهرداری کابل هم انتقاد کرده بودن گویا که کابل بر بحر وصل شده و شما هم میتونید اون تصویرها رو ببینید و صحبت های هموطنان ما رو کوتاه در چند تصویر با هم ببینید. بامبه کله جوای هم شو جوای ز طرف سره دغه بامبه او زوت بود یا او زوت دان بجای ز او زوت د سره یو شای سره شمالي ما او بند است طرف چوری هم یا اسمان له خوشم بده او زوت مشکلات دغه ما شما میبینیم نه دغه مشکلات مشکلات از اول کرده تو بولین تشکر خاص از جناب مهان صاحب اول میکنم که اولین قدمش در شاروال صاحب بود که اونا تخریب یاد دارم نه یاباد کدنه در کل شهر گشت داریم بله در کل شهر همه جای آودند است قبول نترستن که سیستم کانالیزاسیون جور بکنن و سرک بلندتر باشه از جایی که جوی حاکم سر سرک همه کسایی که اگر قریبی میکنن برازیلیا مزاحمت میکنن اول شما باید از شهر تان جور کنین باید بعدم سر دیگه مسائل ها او کامت کسافات بالا ورد طفل مردم مریض میشه کجا جناب اشرف غنی یا مهان صاحب اول یا ارگانهای دولتی شه موترش پایین است که تنفس کنه ببینه که چی است خب کی مریض میشه و چهار تا غریب مسکین مریض میشه یه جو دیدیم که هموطنان ما با چه مشکلات بودن و کاملا جاده ها را آب گرفته بود قسمت جویی که آب رد می شد و تمامش کثافت پر شده و این هم یک مسئولیت ما و شما هست که بتونیم در قسمت نظافت شهر تمام توجه داشته باشیم تا بتونیم شهر ما پاک باشه و با هم راحت زندگی بکنیم و این مسئولیت تک تک ما هست کسایی که در محل میرن اگر این فکر بکنیم که در افغانستان بیش از 30 میلیون افغان انسان زندگی میکنه اگر هر کدامش حداقل 10 میلیون شهر در نظر بگیریم یک دانه کاغذ بندازه فکر کنیم 10 میلیون کاغذ در تمام افغانستان بشه پس توجه ما همین باشه که ما کاغذ یا چیزی که سپات را که جای بندازیم او کاملا پاک در قسمت بندازیم که اون قسمت بادلدانی هست یا جنگل دیگه هست که بتونیم و اون قسمت نگهداری شود و دوباره کسایی که در وسط شهرداری هستن از قسمت بگیرن و در قسمت گوشه بارن بندازن تا اینکه شهر ما آری از کثافات باشه و این مسئولیت تک تک ما هست ممنون تشکر از تک تکتون که ما رو بینیده هستیم شاد خورم سر حال باشین هموطنان مهربان ما چند بسته تصویری کوتاه از نقاط مختلف افغانستان از بدخشان از کابل از ننگرهار از ولایت‌های مختلفه که شرقی شرق زمین غرب زمین و همچنان شمال و جنوب به تصویر آماده کردیم و هم یک جا ببینید و انشاءالله در برنامه بعدی حتما با یک موضوع جدید در خدمت شما قرار میگیریم اگر برنامه ما خوشتون اومد لایک سابسکرایب یادتون نره اگر انتقاد نظریات دارید انشاءالله در پای کامنت ها بنویسید انشاءالله در خدمت شما هستیم و هم یک جا چند تصویر میبینیم باز خداوند نگهدارش